عف بین در بیانیه‌ای که روز ششم بهمن 1401 منتشر کرد، خواهان اقدامی فوری برای توقف اجرای احکام اعدام ارشیا تکدستان، مهدی محمدی فرد و جواد روحی تن از شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر ایران شد. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. اف بین ملل در آخرین بیانیه خود درباره وضعیت افراد در صف اعدام در ایران خواهان اقدام فوری برای جلوگیری از اعدام ارشیا تکدستان مهدی محمدی فرد و جواد روحی ستن از شرکت کنندگان در اعتراضات اخیر این کشور شد. ارشیا تکدستان 18 ساله و مهدی محمدی فرد 19 ساله به اتهام محاربه و افساد فل ارز به دو بار اعدام و جواد روحی 31 ساله علاوه بر این دو اتهام به دلیل اتهام ارتداد نیز به سه بار اعدام محکوم شدند. سازمان عفه بین الملل در بیانیه خود می نویسد که اعتراف جواد روحی زیر شکنجه بوده است. در نتیجه این شکنجه ها جواد روحی دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری و ارشیا تک دستان دچار شکستگی انگشت پا و مشکلات حافظه شده است. به گفته یه سازمان افه بین الملل این سه جوان از حق دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات و حق انتخاب وکیل مستقل و مورد نظر خود در مرحله محاکمه محروم شدند. محاکمه هر از آنها محدود به یک جلسه کمتر از یک ساعته بوده. درخواست تجدید نظر آنها اکنون در دیوان عالی کشور ایران تحت بررسی است. هر این معترضان جوان در سی شهریور 1401 در شهر نوشهر و در ارتباط با اعتراضات سراسری دستگیر و در آذر ماه 1401 به دلیل اتهامات مذکور به دو و سه بار اعدام محکوم شدند. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران مستقل در اسلو پایتخت نروژ روز جمعه هفتم بهمن 1401 خبر داد که از آغاز سال 2023 دست کم 55 نفر در ایران اعدام شدند. این سازمان مردم نهاد ناظر حقوق بشر در زمینه ایران همچنین افزود در تحقیقات خود توانسته است اجرای 55 حکم اعدام طی 26 روز گذشته را تایید کند. آمار و اطلاعات دقیقی از اعدامها در ایران در سال 2022 هنوز از سوی نهادهای بین المللی و سازمانهای مردم نهاد ناظر بر حقوق بشر منتشر نشده. اما سازمان حقوق بشر ایران اواسط آذرماه 1401 اعلام کرده بود که تا آن تاریخ بیش از 500 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین رقم اعدام ظرف یک سال از پنج سال پیش تا کنون بوده است. طبق آمارهای این سازمان تعداد اعدام ها در سال 2021 دست کم 333 نفر بوده و در مقایسه با 267 مورد اعدام در سال 2020 حدود 25 درصد افزایش یافته بود. همچنین بر اساس تازه ترین گزارش این نهاد حقوق بشری در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران حداقل 488 نفر از جمله 68 کودک و نوجوان زیر 18 سال توسط نیروهای امنیتی در اعتراضات خیابانی با گلوله مستقیم کشته شدند. سعید بهاری اخبار